فرما جانم. عرض به خدمت شما، ابن ابوالحدید شیعه بود یا سنی؟ عمری خالص. بعضی ها میگن سنیه، بعضی ها میگن شیعه. عمری، این در حق شیعه چی نوشته؟ در بر علیه شیعه نوشته، او بر در تأیید شیعه ننوشته. ابن ابوالحدید معتزلی کتاب شرح نهج البلاغه او، او به نفع شیعه ننوشته. او روایاتی را آورده که بقیه متعصبین نیاورده، اما او این روایات را نیاورده به خاطر اینکه از شیعه دفاع بکنند. او تمام استدلالهایش از اول تا آخر در تمام مسائل خلافی، خطبه شقشقیه، خطبه قاسعه، بقیه خطبه های امیر المؤمنین علیه السلام، نامه های امیر المؤمنین علیه السلام، تمام جدال او اینه که مذهب شیعه را باطل بکنه. او چطور شیعه این حرف کسانی که بله با میخوان عوام بسطا را گول بزنن. کار علمای جماعت عمریت تخدیع و تلبیس و تدلیس هست و غیر از این دیگر کاری ندارن. او یکی از زبردسترین علمای جماعت عمریت است و کمی کتابش را بخوانید، خب آخر مباحثش را در امامت مطالعه بکنید، استدلالاتش را مطالعه بکنید که چطور همیشه بله احتجاجات و استدلال های سید مرتضی علم الهدا رضوان الله علیه را مکرر میخواد پاسخ بدهد. خب حالا قادر نیست، قدرت نداره، اون مسئله دیگریه، اما قبول ندارد. خب اعتقادش واضحه که او ابوبکر عمر را تصدیق میکند و میخواد از او دفاع بکند. حالا در بعضی موارد نمیتواند، مجبور میشود اعتراف بکند، این یک چیز دیگریه، اما عقیدهش خب شیعه که نیست، این واضح روشنه. بله دیگر حرفی ندارین شما؟ یال حرف نمیزنه.